خب دوستان رسیدیم به درس آخر باور سخته مثل باد گذشت خیلی از صحبت با شما لذت بردم واقعا اینو میگم چهراتون خیلی درخشانه خب رسیدیم به درس هشتم اولین چیزی که میخوام درباره حرف بزنم سه سناریویی هستن که مربوط به ایمانداران در گناه میشه و میخوام این موضوع رو باز بکنم سناریو شماره یک وقتیه که به اصطلاح ایماندارا از گناه چشم پوشی میکنن چون دلهاشون سخت شده انگار نسبت به این واقعیت که دارن دل عیسی را به درد میارن مسون شدن یادم یکی از مبشرهای بزرگ یه روز رو به من کرد و گفت واقعا یک روز او صدای گریه خدا رو شنیده و خدا بهش گفته بود که چرا مردم میخوان خودشون رو با چیزی سرگرم کنن که باعث فرو رفتن میخ به دستای من شد تا وقتی که زنده هم این رو از یاد ولی به هر جهت اونها در برابر شکستن دل خدا مسون شدن خدا درباره این کسایی که از گناه خفرت میکنن میگه که در ارمیا 8:12 آیا از انجام کارهای کراهت آور شرم دارند نه هیچ شرمی ندارند آنها بویی از شرم و حیا نبردند گروه دوم ایماندارها و باید بگم به اصطلاح مسیحی ها چون من در جایگاه داوری نیستم خدا داور اصلیه کسایی که ادعای مسیحی بودن میکنن این گروه دروغی رو قبول کردند که ما در طبیعتمون گناهکاریم و خون عیسی توان آزاد کردن ما رو از مجازات گناه داره ولی به اون اندازه قوی نیست که بتونه ما رو از اسارت گناه آزاد بکنه پس فیزی رو قبول کردن که فقط میپوشونه ولی قوت بخش نیست اشتباه برداشت نکنین از صرفا مسلمه که فیز میپوشونه و میبخشه این فوقالعاده است ولی فیض به ما قوت هم میده تا طوری زندگی کنیم که عیسی از ما باستا پیدا کنه خب پس پولس به این دست از افراد میگه آیا ما به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض افسون شود هرگز و علامت تعجب میگذاره ما که نسبت به گناه مردیم چگونه میتوانیم به زندگی در آن ادامه دهیم پس آیه یک و دو هر دوی این سناریوها رو من کریپتونایت میدونم کریپتونایت همینه. عمل به گناه شناخته شده است. گروه سوم چی؟ کسایی هستن که دارن برای آزاد شدن از گناه دست و پنجه نر میکنن میخوان از گناه آزاد بشن ولی گناه محکم اونها رو نگه داشته هنوز از کلام خدا کشف نکردن چطور باید از ایمانشون استفاده کنن تا از گناه آزاد بشن وقتی گناه میکنن دلشون به درد میاد چون خدا رو دوست دارن واقعا توبه میکنن ولی در طول زمان دوباره به دام گناه میافتند متاسفانه یکی از چیزهایی که اونها رو در اسارت نگه میداره حس گناه و محکومیت اون چیزی که اسیرش هستند شرم گناه اونها رو در اون گناه نگه میداره باید بگم اینو که اگه شما یک کمچین شخصی هستین میخوام به کلام عیسی گوش بدین عیسی گفته اگه برادرت گناه کند او را توبیخ کن و اگر توبه کرد او رو ببخش اگر هفت بار در روز به تو گناه ورزد و هفت بار نزد تو باز آید و گوید توبه می کنم، او را ببخشا چرا یه همچین چیزی رو پیش کشیدم؟ چون که تا مقدس به ما دستور میده اون طور ببخشیم که خدا ما رو بخشیده اگه این طور نبود ایسا هیچ وقت نمی گفت بی محدودیت ببخشیم اگه خدا خودش بی محدودیت ما رو نمیبخشه. خب پس زیباییش در همینه اصلا به شرم جایی ندین چون باید بگم که خیلی حال رو دیدم که وقتی به گناه میافتند خودشون رو تنبیه میکنن میدونین چی میگم به خودشون میگن تو لیاقت شفا پیدا کردن رو نداری لیاقت بودن در این گروه رو نداری لیاقت فلان چیز رو نداری خودشون رو تنبیه میکنن میدونه که این باعث چی میشه قدرت خون عیسی رو از اونها دور میکنه خون عیسی ما رو بدون اینکه خودمون رو تنبیه بکنیم میبخشه در خون عیسی بخشش کامل هست میخوام درباره سناریوی سوم حرف بزنم در این درس آخر. برای انجام چنین کاری باید در مورد خودم یه خورده بی پرده حرف بزنم و داستان زندگیم رو بگم. وقتی یازده سالم بود من به پورنوگرافی معتاد شده بودم. دوستام چند تا مجاله به هم نشون دادن و من هی نگاه میکردم تا به جاهایی رسید که خودتون میدونین. مثلا خود ارزایی از روی عادت پرنگرافی و رفتار شرماور دیگه یادم تو دبیرستان به دختران نگاه میکردم و تو تخیلات هم لباسشون رو از تنشون در میوردم و تخیلات عجیب غریب زیادی داشتم دوران دبیرستانم رو میگم در یکی از گروه های کالج در سال 1979 من نجات پیدا کردم و من اون موقع کلی مشروب میخوردم هرچی از دهنم در میومد میگفتم ولی همه اونها از بین رفت ولی این اعتیاد به پرنگرافی و شهوت جنسی سر جاش موند یادم وقتی سال 1982 با لیزا ازدواج کردم فکر کردم با زیباترین دختر دنیا دارم ازدواج میکنم و این مسئله باز بهتر نشد در واقع بدتر هم شد بعد یک سال بعد وارد خدمت شدم و این مسئله باز هی بدتر و بدتر شد در سال 84 یکی از کارهایی که تو کلیسا انجام میدارم این بود که واعظ مهمان رو این ورمون ببرم و اون موقع یه واعظ معروف به اسم لستر سامرال بود سراسر دنیا شناخته شده بود و در آسیا و آمریکا و خیلی جاهای دیگه خدمت قوی داشت این آدم به طور خاص برای خدمت شفا و آزادی شناخته میشد به یادمه که پاییز 1984 توی ماشین باهاش بودم و حرف دلم رو به زدم و اون مثل یک پدر توبیخم کرد من به تک تک حرفاش گوش دادم و گفتم برادر سامرال لطفا برام دعا کنید که از این موضوع آزاد بشم دست روی سرم گذاشت توی ماشین یک دعای پرقوت کرد و میدونیم بعدش چی شد هیچی. پس باید یکی رو پیدا میکردم که عطای قویتری داشته باشه نه اون موقع از لستر سامرال قویتر پیدا نمیشد پس این اتفاق در پاییز 84 افتاد در دوم می 1985 یکی آپارتمانش رو برای روزه و دعا قرض داده بود به من و در روز چهارم دعا و روزه ششم می 1985 من کاملا از پورنوگرافی، از این روح شهوت آزاد شدم و من واقعا میگم کاملا آزاد شده بودم و این برام خیلی عالی بود و میگفتم من آزادم پس یادمه که بعد از چند سال پیش رفتن در این آزادی گیت شده بودم و از خودم میپرسیدم خدایا چرا وقتی لستر سامرال برام دعا کرد آزاد نشدم من خودم را فروتن کردم حرف دلم رو زدم و بهش گفتم ماجر از چه قراره و خدا زندگی دعایی من رو به من در اون مدت نشون داد 82, 83, 84 دعای من که هر روز یک ساعت و نیم از 4 و 45 دقیقه صبح که بیدار می شدم و بیرون می رفتم طول می کشید چون همیشه بیرون می رفتم برای دعا تا 6 و نیم و 7 دعا می کردم و بعد می اومدم خونه در دعا میگفتم خدای از من استفاده کن استفاده کن تا مردم آزاد شن تا شفا پیدا کنند، تا مردم نجات پیدا کنند، خدای بگذار شهرها رو به سمت عیسی هدایت کنم و با اشتیاق شدید دعا میکردم در اواخر پاییز 84 بود که یک روز صبح بیرون اومدم و با اشتیاق دعا میکردم که یک دفعه روح القدس وسط دعا به من گفت میتونی مردم رو به سمت عیسی هدایت کنی میتونی اونها رو شفا بدی میتونی آزادشون کنی میتونی بسیار رو رهبری کنی و بازم بری به جهنم من گفتم چی؟ و روح القدس به من گفت یهودا همه چیز رو رها کرد تا دنبال من بیاد یهودا مریسا رو شفا داد او مردم رو آزاد کرد او توبه رو معیزه کرد و الان در جهنمه حسابی تن و بدنم تکون میخورد نمیلرزیدم تکون میخوردم واقعا داشتم تکون میخوردم یادمه میگفتم خب من حرفت رو باور می کنم. الان باید دنبال چی باشم؟ چطور باید دعا کنم؟ و روالقدس گفت دعا کن تا من رو سمیمانه بشناسی. پس اون روز فهمیدم که موسا هم دنبال چنین چیزی بود. پولس هم همینطور. داوود هم همینطور. تمام کسایی که در کتاب مقدس عاقبت خوبی داشتن دنبال چنین چیزی بودن. همه دنبال این بودن که اون رو سمیمانه بشناسن. پولس این حرف رو اینجوری میگه. بلکه همه چیز را در قیاس با ارزش برتر شناخت خداوندم مسیح عیسی زیان میدانم از این رو به زبان ساده میگم همه چیز رو ضرر میدونم تا بتونم عیسی خداوندم رو صمیمانه بشناسم برای کسی که از دست دادن هر چیز رو تحمل کردم و همه چیز رو بی ارزش دونستم تا بتونم عیسی رو به دست بیارم من بیشتر دنبال خدمت بودم تا شناخت صمیمانه عیسی پس رول به من نشون داد و گفت وقتی حرفت رو به لستر سامرال زدی می ترسیدی که این گناه باعث بشه از خدمتی که من تو رو به اون خوندم عقب بندازه در ادامه گفت ولی در ششم می وقتی که روزه بودی دلت به این خاطر که دل من رو شکنده بود به درد افتاد حالا میخوام قسمتی از نامه پولس به کلیسای قرنتس رو بخونم اشاره به غیر مسیحا نداره اون داره با کلیسا با ایماندارا صحبت میکنه در دوم قرنتیان باب هفت داره میگه اما اکنون شادمانم نه از آن رو که اندوهگین شدید بلکه چون اندوهتان به توبه انجامید اندوه شما برای خدا بود تا هیچ زیانی از ما به شما نرسد چون اندوهی که برای خدا باشد موجب توبه میشود که به نجات می انجامد و پشیمانی ندارد اما اندوهی که برای دنیاست مرگ به بار می آورد پس دو نوع اندوه داریم یکی اندوه برای خداست که ختم توبه میشه و اندوه دیگه که برای دنیاست که به مرگ ختم میشه اگه به کلمه نجات نگاه کنید یه جورایی حق مطلب رو ادا نمیکنه کلمه یونانی برای نجات کلمه سوتریاست که به معنای مسونیت آزادی محفوظ ماندن از خطر یا نابودی یکی از تعاریف آزادی رو میخوام روش تاکید بکنم برگردیم سراغ دوم قرنتیان و, و اینطور بگیم اندوه برای خدا توبه می آورد و به نجات ختم می شود پس باشه که نجات سوتریا به معنای آزادیه یعنی آزادی که ختم به پشیمانی نمی شود اما اندوه دنیا مرگ به بار می آورد اینجا دو اندوه داریم یکی آزادتون میکنه یکی باعث مرگ شما میشه تفاوت در اینه چون هر دو میگن من گناه کردم و یادتون باشه بلعام هم گفت من گناه کردم شاول هم گفت من گناه کردم یهودا هم گفت من گناه کردم okay. پس دو نوع اندوه داریم یکی آزادی بر ما میاره یکی دیگه مرگ فرق بین این دوتا چیه؟ فرقشون در زندگی دو پادشاه دیده میشه اگه به شاول نگاه کنیم شاول از خدا نایتوایتی میکنه ولی از کار اشتباه خودش چشپوشی میکنه سمویل خاطر گناه جادوگری با اون برخورد میکنه میدونی شاول چی میگه میگه من گناه کردم اما حال تمنا دارم حرمت مرا در حضور مشایخ قومم و در حضور اسرائیل نگه داری آیا شما به زبانی غیر از انگلیسی صحبت میکنین؟ آیا به دنبال تعالیم الهام بخش بیشتری از جان و لیزا بیور هستین؟ به cloudlibrary.org مراجعه کنید. ویدیوها را به صورت رایگان تماشا کنید. زبان مورد نظر خود انتخاب کنید منابع خود را از این کتابخانه غنی انتخاب کنید کتب الکترونیکی پیغام های ویدیویی کتب صوتی برنامه های تلویزیونی کتاب مقدسها و منابع دیگر برای اطلاعات بیشتر به cloudlibrary.org مراجعه کنید حالا بریم سراغ داوود داوود مرتکب زنا شده و برای اینکه مسئله رو مخفی کنه شوهر اون زن رو میکشه نبی میاد پیش داوود ببینید داوود به چی میگه آنگاه داوود به ناتان گفت به خداوند گناه ورزیدم و بعد در مزمور 51 میگه به تو و به تو تنها گناه ورزیده و در نظر تو این بدی را کردم تا در کلام خود مصدق گردی و در داوری خیش مزکی شوی پس با داوود برخورد میشه براش مهم نیست که رهبرا چی فکر میکنن به روی میفته و هفت روز به همون حالت باقی میمونه چون میگه به تو و تنها به تو گناه ورزیدم شاول به سموئیل میگه به من احترام بگذار در مقابل فرماندهان ارتشم هم من رو شرمنده کردی میخواد حرمتش دوباره برگرده پس تمرکز اندوهش بر روی خودشه پس اندوه به خاطر دنیا میگه که برای من چه اتفاق میفته بر من داوری میشه دعوت زندگیم رو آیا از دست میدم اندوهی که برای خداست میگه من دل تو رو به درد آوردم تو کسی هستی که برای من مردی و من دل تو رو به درد آوردم تفاوت رو میبینین پس خدا دوباره دعاهای من رو به من نشون داد و متوجه شدم در 1984 دعا می کردم خدای از من استفاده کن من رو به کار بگیر تا این کار و اون کار رو انجام بدم نگران بودم که اون گناه من رو از خدمتی که به اون خونده شدم عقب بندازه این اندوه برای دنیا بود ولی چون بعد از اون هر روز دعا می کردم یادتون هست که وقتی روح قدس به من گفت چطور باید دعا کنم من دعا میکردم که عیسی میخوام به بهترین شکل تو رو بشناسم میخوام به بهترین شکل ممکن تو رو خوشنود کنم تمرکز دعای من این بود نه اینکه از من استفاده کن تا ملت ها رو به سمت تو هدایت کنم وقتی در دوم میه اون سال روزه گرفتم دل من به این خاطر که دل خدا رو شکسته بودم به درد اومده بود این اندوه به خاطر خداست که به آزادی و نجات ختم میشه خب پس اینجا تفاوت هست کسایی رو دیدم که کلی گریه کردم به نظر می رسید که دارن توبه می کنن ولی روح القدس به من نشون داد که نه توبه نمی کنن و یک ماه بعد میشنیدم که زنا می کنن و کسایی دیدم که اصلا احساساتشون دیده نمی ولی کاملا آزاد می شدن صادقانه بگم که شاخص اصلی توبه واقعی اندوه به خاطر خداست نه احساسات نه اشکا در واقع موضوع اینه که آیا تغییر در دل اتفاق افتاده؟ با من هستین؟ پس مرور بکنیم با هم قبل از ششم می 1985 اگه پرنگرافی در جایی بود مثل آهن من منو به خودش جذب میکرد بعضی وقتا خودم میمودم که چطور اونقدر ساده پرنگرافی رو پیدا میکنم بعد از اینکه آزاد شدم تونستم ازش رو برگردونم ولی حالا باید این رو بگم وقتی دارم از جایی رد میشم و یه دختری که چطور میگن لباس مناسب نپوشیده یا لباس نامناسبی پوشیده باید چشمم را ازش بدزدم و رد بشم ولی باید بهتون بگم که خدا همچین چیزی رو نمیخواد خدا میخواد بتونم مستقیم به چشماش نگاه کنم و به صبح بخیر بگم و ذره ای شهوت نسبت بهش نداشته باشم حالا چی میشه عیسی میگه حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد بین آزاد کردن و آزاد شدن فرق هست فرض رو بگیرین که مثلا من میتونم این لیوان رو از آب آزاد بکنم چطوری میتونم برش گردونم و آبش رو بریزم و خالی میشه یا میتونم مشتم رو فرو کنم تو لیوان و همه آبش رو بیرون بریزم پس بعد از این دستم همه لیوان رو پر میکنه درسته؟ مشت چیه؟ حقیقته پس حالا خداوند شروع به نو کردن ذهنم کرده با من هستین؟ میتونم اولین مکاشفم رو بهتون بگم اولین این بود که هر زنی دختر پدریه ممکنه فکر کنید که چیز عجیبی نیست ولی برای من یک مکاشفه بود هر زنی دختر یک شخصیه و از اون به بعد دیگه اونا رو یه تیکه گوش نمیدیدم اونها رو دختر کسی میدونستم و مکاشفه بعدی من اون موقع فکر کنم چند ماه بعد از این بود فهمیدم که همه زنها به شباهت خدا خلق شدن. همشون دخترهای خدا هستن. همه تاجی از جلال و احترام بر سر دارن من با خودم گفتم واو صادقانه بگم که این چند سال طول کشید ولی الان اگه چشمم به پورنوگرافی بیفته جدی جدی حالم بد میشه اون چیزی که نمیتونستم ازش فرار بکنم الان به یک چیز چندش آور تبدیل شده خبری براتون دارم اگه خدا تونست برای من چنین کاری انجام بده برای شما هم میتونه شنیدم که خیلی ها میگن خب مردها همینن باید درک کنی که مردها چجوری هن. نه اینطور نیست من اسیر روح بودم و حالا آزاد شدم و حالا اشتباه برداشت نکنین من تولد تازه داشتم و روح من در ایسای مسیح حیات تازه پیدا کرده بود ولی اون روح جسمم رو گرفتار کرده بود در ذهنم بود در جانم بود علایاتش رو نمیدونم ولی اصلا برای مهمم نیست تنها چیزی که میدونم اینه که الان آزادم من آزاد شدم پس من قوت ایسای مسیح رو کشف کردم و باید این رو بگم بذارین اینجا نشونش بدم که بخونیدش آیا واقعا میتونیم بر این باور باشیم که هدیه رایگان عیسی ما را از جریمه ابدی گناه رها کند ولی یارای آزاد کردن ما از اسارت گناه نباشد اگه همچین باوری دارین باید بگم که این دروغ محض سر تا پا دروغه میخوام چیزی رو نشون بدم که پولس به افسوسیان میگه میگه جلال باد بر او که میتواند به وسیله آن نیرو که در ما فعال است بی نهایت تر از هر آنچه بخوایم یا تصور کنیم عمل کنیم این نیرو چیه فیض خداست خدا میگه قوت من در ضعف به کمال میرسد فیض من تو را کافی زیرا قوت من در ضعف به کمال میرسد قدرتی که در ما کار میکنه فیض خداست بله اون میبخشه اون نجاتمون میده و یک هدیه رایگان هست و قطعا به ما این توان رو میده تا از اسارت کریپتونایت در بیاییم با من هستین خب برای نتیجه گیری چرا معروف ترین فیلم های ژانر ابرقهرمانی این روزها محبوب ترین فیلم ها همه بلیت هاشون به فروش میره فیلم های مارول دیسی کمیک یا هر شرکت دیگه فقط مردها طرفداراشون نیستن چند وقت پیش یه بار تو هواپیما داشتم از استرالیا به نیوزیلند میرفتم یه زنی کنارم نشسته بود و میگفت من همه فیلم های رو نگاه کردم طرفدار پروپاگورسشونم بیشتر از هفتاد سال هم سنش بود چرا اینجور فیلم ها اینقدر معروفن؟ چون اونها الگویی رو نشون میدن که ما برای شباهت به اون خلق شدیم و در حال حاضر طبق اون رفتار نمی کنیم یاد گفتم کلیسای اولیه ابرقهرمانهای روزگارهای های روزگار های خودشون بودن ما مشتاق یه همچین چیزی هستیم مشتاقیم ولی در اون مسیر قدم بر نمی داریم اگه به سوپرمن فکر کنین همه اتفاقا به یه چیز ختم میشن ما از اینکه ابر قهرمانمون شریر رو شکست بده ذوق میکنیم. خیلی این رو دوست داریم کل فیلم رو نگاه می کنیم تا به اون لحظه برسیم در پیدایش یک بیست میگه خدا انسان را به صورت خدا فرید به صورت خدا فرید تا طبیعت خدا را منعکس کند بخشهایی از طبیعت خدا هست که اصلا دربارش حرف نمیزنیم و میخوام اون بخشا را در خروج 15 سه بهتون نشون بدم میگه خدا جنگاور است تا کردیم فکر کردین که خدا جنگاور هست جنگاوریه که علیه ناعدالتی میجنگه این وچی از طبیعت خداست که دربارش حرف نمیزنیم اگه به اشعیا 42 دقت کنین میگه خداوند مانند جنگاوری بیرون میآید خدا ابر قهرمان واقعیه همچون مرد جنگی غیرت خیش را برمیانگیزاند فریاد برکشیده غریب نبرد سر میدهد و بر دشمنان خیش چیرگی مییابد جنگاورها با ناعدالتی میجنگند میخوام اینو بپرسم تا حالا جنگاور منفعل دیدین مثلا اینکه که خجالتی باشه ترسو باشه جنگاورها غیورن و در کاری که بهش دعوت شدند. پیش میرن و عیسی میگه خوراک من این است که اراده فرستنده خود را انجام بدم فرستندهش برای انجام چه کاری او را فرستاده بود از همین رو پسر خدا ظهور کرد تا کارهای ابلیس را باطل سازد خدا جنگاوره و ما هم به شباهت او خلق شدیم تا حالا از خودتون پرسیدین چرا عیسی به همه هفت کلیساها گفته که هر که پیروز شود هر که غالب باید این رو به تک تک کلیساها گفته. میدونیم مردم چجوری این رو دست کم گرفتن؟ با خودشون گفتن خب اون غلبه کننده است و هویت ما در مسیح ما رو تبدیل به پیروزمندان میکنه چیز بیشتری اینجا هست. عیسی داره به این کلیساها میگه اگه غلبه کرده بودن، پس چرا باید بهشون میگفت هر که غالب باید؟ اگه در مسیح بودنشون حتمی بود. بله این یک حقیقت روحانیه. من در مسیح هستم، شما در مسیح هستین. پس ما هویت یک جنگاور حقیقی رو داریم چون اون جنگاوره اما این یک بخش عملی هم داره درسته؟ پس چطور میتونیم غلبه کننده باشیم اگر چیزی وجود نداره که بر اون غلبه کنیم؟ آمد. یک لکسلوتر واقعی وجود داره که واقعی و اسم شیطانه و یه دار دسته هم داره و میدونین درست همونطور که لکسلوتر نسبت به سوپرمن قدرتی نداشت و فقط میتونه سوپرمن رو در معرض کریپتونایت قرار بده لکس لوتر دنیای ما هم خل اصلا شده کاملا خل اصلا شده ایسا هر اسلحهی داشت رو ازش گرفته تنها کاری که میتونه با ما بکنه اینه که ما رو تحت شوهای کریپتونایت قرار بده امیدوارم بعد از اینکه درس هشت رو تموم کردین کتاب رو بخونین بازم به اهمیت خوندن کتاب تاکید میکنم چون خیلی چیزها رو اینجا نگفتم خوندن کتاب خیلی مهم هست مهمه که معرفتی نسبت به خدا داشته باشین تا بتونین استوار جلوی این لکس روتر و دار و دستش وقتی که میان به سراغتون و سعی میکنن شما رو به سمت کریپتونایت بکشونن بیستین بعد بدون بگم کاری که اون انجام میده اینه که فایده فوری یک چیزی رو بهتون نشون میده و چشم شما رو از عواقب بلند مدتش دور نگه میداره دیگه گول همچین چیزی رو نخورید باور دارم که در نتیجه این هشت و خوندن این کتاب میتونید در مقابل کریپتونایت بیستین اونو رو تشخیص بدین و علیهش مبارزه کنین جاستین خیلی از این وقتی که با هم داشتم خوشحال هستم همینطور شما متی آردن بروک از صحبت با شما خیلی خوشحالم بیاییم با هم دعا کنیم و برای آزادی به خدا باور داشته باشیم پدر در نام عیسی دعا میکنم هر مردی هر زنی که داره این رو نگاه میکنه خداوند و مکان و زمان در رو معنا نداره همین حالا حضور تو اون اتاق رو پر بکنه و تو رو شکر میکنم که کلام میگه با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام اون چطور خوشنود میکنه به ما داده شده نیروهای فریبنده تاریکی رو خطاب قرار میدم کریپتونایت هایی که برادر و خواهرهام رو بی قوت کردن و اونها رو فریب دادن هر نیرویی که در زندگی شما اونها دارن رو میشکنم و بر روح شما قوت رو اعلام میکنم تا از چیزی که جلوی شما رو گرفته رو برگردونید کلامی که شما رو اسیر کرده رو در نام خداوند عیسی مسیح می بندم. در زندگی شما مس و قدرت خدا رو جاری می کنم تا بتونین بیستین و گناهی که آسون به دست و پاتون می چسبه از خود دور بکنین. در نام ایسا دعا می کنم هر بار اضافه و هر گناه رو زمین بگذارین و در حضور پرقوت خدا، حضور پرقوت خدای زنده قدم بردارید. تا ابر قهرمان های این نسل باشین. در نام عیسی دعا کردم. پدر برای حفاظت تو در نام مسیح دعا کردم. آمین.